هفته گذشته موضوع خرید نون قسطی خبرساز شد و تلویزیون خامنه‌ای در یک نمایش مضحک و ناشیانه تکذیب کرد. برخی ادعا کردن که نون تو شهری مثل زابل داره به صورت قسطی بین نیازمندا توزیع میشه. ما هم اول رفتیم به یک نونوایی تا یه نون قسطی بخریم. نون قسطی هم داری؟ نه خیر. شنیده بودین اصلا یه همچین چیزی؟ نه، ما نشنیدیم. 24 آذر یک رسانه حکومتی ضمن تایید خبر و گسترش آن به قزوین و بندرعباس نوشت در همین تهران و محلات پایین شهر بسیاری نانوایی ها هستند که به مردم نان قرضی می دهند. در بررسی دفتر قرضیان ها یکی 15,000 تومان بدهکار است، دیگری 3,000 تومان و بدهی یکی به 70,000 تومان می رسد. مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم همدردیم، شبا مثل ما فقیرا نونو ماست میخوره. نونوای محل و سوپری محل هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه. شده تا الان ماهی یه بار میوه تو خونش نیاد؟ اما موضوع زندگی قسطی و اجاره‌ای فقط به نون ختم نمیشه. وقتی ثروت و سرمایه مردم میره تو جیب یه مش پاسدار و آخوند و آقازاده، گوشی موبایل هم ساعتی اجاره میشه. کرونا یادآوری کرد که در جامعه‌ای که شهریه برخی از مدارسشان به چند ده میلیون در سال میرسد و ثروتمندان بچه‌هایشان را غرق در امکانات آموزشی از مدارس غیرانتفاعی تا بسای آموزشی و معلم خصوصی می‌کنند، نبود امکانات آموزشی در مناطق محروم و روستایی باعث شده که پدیده‌های عجیبی مانند اجاره ساعتی گوشی برای استفاده در محیط نرم افزار استاندارد آموزش و پرورش، یعنی نرم افزار شاد، به رفتاری عادی تبدیل شود. اما دیر نیست که خامنه‌ای و روحانی پاسخ آتشین به این وضعیت دردناک را از همین دانش آموزان و جوانان محروم و شورشی دریافت کنند.